نام من محمد جعفر است، فرزند محمد طاهر، اسم رسولی سی اول کوهستان. یکی کسایی هستم که در به حساب خوشترین بهار زندگی خود روی زندان شدیم و ناملایماتی که سر ما آمده بود انشاءالله میخواییم که اونا را با مردم خود شریک بسید. قسمی که از جامعه شناسی محیط برمی آمد، نه تنها در محیطی که من زندگی میکردم مردم نسبت به وطن، نسبت به ارزش‌های دینی و نسبت به ناموس خود بیشترتر پابندی داشتند و با یک عشق و علاقه برای دفاع از وطن، ناموس و دین خود گام می‌گذاشتند. بیشترتر مردم ما مردم شجاع، مردم با غیرت، مردم با ناموس و همچنان مردمی بودند که دین و ارزش‌های دینی خود را دوست داشتن. آنچه که مهمتر از همه و با یک تفاوت از امروز دو زمان وجود داشت، مردم نسبت به هر باورهای خود یک تعهد صادقانه داشتن و همیش پای ارادت‌های خود استاد می‌شدن و آنچه را که می‌خواستن قاطعانه ازش دفاع میکردن و هر برخوردی که علیه فرهنگ مسلطشان، علیه اخلاقشان و علیه دین آیینشان قرار میگرفت با او با پای مردی با استقامت استاده میشدن. و این مسئله بود که در او زمان وقتی که حزب دموکراتیک در سال 1357 به پیروزی رسید، قدرت از داوود خان گرفت، گرچه که شعور سیاسی زیاد بالا نبود، مردم در یک حد وسط فکری زندگی میکردن، اما زمانی که برنامه ها، تصامیم، کارکردها روی دست گرفته شد و مردم مقایسه کردند که با ارزش‌های معنوی را که با خود دارند و همچنان رسوم و عادات پسندیده که در بینشان رواج است، اینمی افکار حکومتی تازه با روش‌های اونها تج می‌کنه و اون زمان در پی ازی بر آمدن که باید از ارزش‌های خود، بالخصوص که دو ارزش در قدم اول بسیار مهم بود، یک ارزش اعتقادی و دینی و موضوع دوم هم ارزش ناموسداری که افکار و زمان تا حدود میخواست اولا تهدیدهای نسبی را روی اعتقاد مردم بگذاره و بعد از او میخواست که زیر عنوان آزادی های مدنی یک مقدار موضوع ناموسداری و اینطور چیزا را زیر فشار قرار بده. همین دو مسئله در قدم اول باعث شد که علیه افکار تازه که مسلط شده بود موضع‌گیری های صورت بگیره. البته یک تعداد جنبش ها، نهضت ها و سازمان های هم که در اون زمان مبارزات اعتقادی و ایدئولوژی که پیش می بردن، اونها هم در پی افشای چهره ها بالاخره و روشنگری اذهان مردم اقدامات جسورانه ای را به پیش بردن. بالاخره مردم درک کرد که با ادامه چنین نظام و تسلیم به چنین نظام در حقیقت تسلیم و زبونی و تغییر برای فرهنگ و عقاید و عادات خواهد بود. به این ترتیب
عکس‌العمل های اجتماعی و عکس‌العمل های سیاسی تا حدودی در بین جوانان شکل گرفت، ولی دیر نگذشته بود از نظام بانک شعارهای خیلی ها بلند پروازانه برای منافع طبقه کارگر و مظلوم می دادن و می خواستن از این طریق آرای طبقات پایین جامعه را به طرف خود جذب کنند، اما چون مردم می دید که بار تعدی نسبت به افکار و عقایدشان بسیار زیاد است، چون این شعارها را هم برش وقع نگذاشتن، تا اینکه عملا دیده شد که پای عساکر روسی برای کشور کشانده شد و مردم نه تنها با او مبارزات ایدئولوژی و عقیدتی که نوع روشنگری را برایشان میداد او را از لحاظ فکری به حساب نپذیرفته بودند، عملا دیدن که وارد شدن عساکر روسی در افغانستان و عملا حمایت یک رژیمی که در طول تاریخ اولاد افغانستان برایش گوشزد می شد، که حتی ما یادم از خرد بودیم برای بچه ها می گفتن که اگر شما شوخی تان پایان ندین باز روسا می هن. منظور ازی بود که یعنی بدترین مردمی که علیه امنیت، علیه اعتقاد، علیه عزت و شرف به حساب محاسبه می شد پای اونها کشانده می شد، ولی عملا دیدن که بالاخره برای حمایت دولت وقت روزها در افغانستان سرازیر شدن و آنچه را که شنیده بود مردم و آنچه را که در عمل دید اعتقادشان به مراتب قوی تر شد و صفوف مبارزه از شکل یک عکس‌العمل فکری به یک عکس‌العمل اجتماعی و بالاخره به یک مبارزه جبهه‌ای مبدل شد که پیامدهایش تا به امروز می‌بینیم که بالاخره قشون سرخ وادار داشت که افغانستان بالاخره پس برای مردم افغانستان تسلیم بکنه. وقتی که مکاتب مسدود شد من هم متعلم بودم، خواستم آمدم برای تحصیل در کابل، اما مدت یک سال در لیسه ویا درس خواندم، ولی نسبت ای که با محیط کابل و با فرهنگ اینها که اون زمان حزب دموکراتیک مسلط بود توافق نشان داده نتونستم، فشارهایی که اینجا سر محمد ناگزیر شدم، دوباره پس به وطن رفتم و در صفوف مجاهدین، ولی در حدود یک سال در صفوف مجاهدین بودم که یک قوای سرتاسری در ولایت ما سرازیر شد، قراری که ترکیبش در اون زمان میگفتن 1000 چند تانک بود و حمایت هواییش هم در 200 سطح تحت پوشش قرار داشت که 1 سطحش تیارات جت بم افغان بود و سطح دیگه‌ش هم هلیکوپترهایی بود که حتی در یک روز تا شاهد 200 پرواز تیاره بر فضای و اونمو سرزمین خود بودیم و در یک روز حتی تا 15 بارم در هر نقطه عملیات شروع شد و بمباردمان میشد، مردم سراسیمه شد، جنگ به شدت از 4 طرف یعنی از دامنه های کوه های ولایت پروان آغاز و بالاخره تا دامنه های نشره و همونطور سلسلتاً یک منطقه را به نام بولغین اینجا میگن 4 طرف محاصره کشانده شد، با آنکه مجاهدین فقط سلاح دست داشتهشان اسلحه دستی که از گذشته های تاریخ برشان رسیده بود و یا اسلحه هایی هم که از در جنگ های رویارویی از خود اردوی وقت به دست آورده بودند، دیگه چیز امکانات کافی نداشتند، با وصف اون هم جنگ بسیار شدید ادامه پیدا کرد و تقریبا محاصره یعنی دراسترین وقت به خود گرفت، با وصف شدی که 1000 چند تانک به شکل زنجیروی حلقه را تشکیل دادن و آمدن محاصره تنگتر بسادن،
بالاخره باعث بری شد که 7 روز مجاهدین با آخرین امکانات خود جنگید، ولی دیگه نه مهمات باقی مانده بود و نه اسلحه‌ای که در مقابل دشمن جنگ بکنن، باعث شد که صدمات زیادی را برای دشمن وارد کردن. باز اوضاع طوری شد که بالاخره عموم مجاهدینی که در اونجا بود، هیئت رهبریش برای مردم گفتن که حالا ما دیگه توانی اجیره نداریم که در برابری دشمن بجنگیم، هر کس توانمندی بیرون شدن به هر راه کناری دارن میتونن از محاصره جنگ خود بکشن خوب، و اگر نمیتونن خوب یک راهی را باید شود، چون توانمندی دیگه نبود. در اینمی جریان ما هم در مدت 1 هفته امرای مجاهدین، گاهی چون گفتیم بسیار تازه جوان بودیم، با مجاهدین در عقب جبهه گاهی مهمات انتقال میدادیم و گاهی هم بعضی از سلاحایی که ضرورت می بود از یک محل به محل دیگه، اینها را تقریبا در جریان جنگ، گرچه که ما مسلح نبودیم ولی مردمی بودیم که برای دفاع ناگزیر بودیم، با مجاهدین همکار بسیار نزدیک باشیم، که بالاخره معاصره تنگتر شده رفت تا این که بعد از 7 روز آخرین گروپ های مجاهدین که دو زمان دیگه مشکل بود مقاومت بکنن و از جنگ دست کشیدن و تانستن، کسایی که تانست به پناهگاه ها بره، متوقی دستگیر شد. در جریان قبل از اینکه دستگیر شود، 4000 جوان ولایت کاپیسا و بخشی هم از پروان در جریان همین 7 روز جنگ، البته افراد غیر مسلح، اینا شهید شدن، کشته شدن و در حدود بیش از 7000 نفر دستگیر شد. و از این 7000 نفر جالبتر از همه همی بود که وقتی که مردم دستگیر شد، البته چیزی به اساس محاصره تیاره دستگیر شد و چیزی هم مستقیما تانگ ها دستگیر کردن، ای که هر کسی از دولتی ها افراد مخالف خدا، حالا مسئله مخالف سیاسی مدره بس نبود، بلکه حتی مخالفت سر پلوان هم که حزبی های وقت با افراد داشتن و در اوج دستگیر شدن، اونها را به گلوله بستن. و در زیر نظر ما در محلی که ما دستگیر شده بودیم، یک اجتماعی در حدود بیش از 5000 نفر بود و در یک شب شاهد هستیم که در حدود 800 نفر انگشت شمار از بین ما کشیدن، که از جمله یک 4 تا 6 نفر از عموی قریه ما بچه جوانایی که از ما که از سنن کلان بودن و نسبتا فهم بیشتر سیاسی هم داشتن، اونها را به یک روز به گلوله بستن، گرچه که ما را هم امرایشان کشیدن، منتها به خاطری که سن ما یک مقدار پایین بود و همچنان یک تعداد از همسنفان دوره مکتب ما در بین مسلح های دولتی وجود داشت، اونها از این موضوع جلوگیری کردن، ورنه در جمع کسایی که شهید شد احتمالش میرفت که ما هم بوده باشیم. ولی این که آب و دانه ما ادامه داشت و رضای خداوند برای شهادت ما در اون مقطع نبود، بالاخره تا به امروز ما زنده باقی ماندیم. قبل از اینکه با پول چرخی بیم، خاطرهای جالبتر از این پیش از پول چرخی داریم، و ایست که ما در مدت 7 روز اصلا غذا نداشتیم. آب فقط زمستان بود، برف میبارید و مردم در زیر برف سرگردان بود که چگونه بتانه راه نجات پیدا بکنه. ما جالب ایست که وقتی که دستگیر شدیم و بعد از اینکه 4 حادثات هلا آوردن پول چرخی گذشت، مردم اکثرا 7 روز 6 روز نان نخورده بودن، چیزی نداشتن. با مجربه که در پل چرخی آورده شدیم،
در اونجا چون ساعت یک بجه شب مردم به پل چرخی آوردن، غذا یا مواد غذایی هم در پل چرخی وجود نداشت. در اونمون زمان به خاطری که مردم از گرسنگی تلف نشن، اونمون نانهایی که در حقیقت در بیلرهای کثافات در پل چرخی جمع شده بود که اونا رو باید به جای انتقال می دادن، در مو شب برای اینمی مردم به جای از این که نان و غذا بتن، از اونمون نانای پوسیده آوردن در میدان انداختن و برای گرسنه ها گفتن که شما میتونین از این نان استفاده بکنین. و کسانی که بعض چیزهایی داشتن، مثلا ناخونگیره کنیدون چیزا یا از اونو معسکرها کمک خواستن، امون ساحات نانی که هنوز فاسد نشده و تو را با کاردک یا چاکو عسکرها جدا میکردن و او را برای کسایی که گرسنه بود تسلیم میدادن و اونا میخوردن. یعنی بسیاری کسا را دیدیم که نصف نانش فاسد شده بود، در او بعض کرمک ها وجود داشت ولی نصف دیگهش از گرسنگی در اونمو شد. مردم به خاطری که نجات بیافند او را صرف کردن. خب گذشته از این که در امو شب برای مردم نانی نبود که حد اقل تغذیه بکنن که جز حق طبیعیشان است، بالاخره تمام افراد در زندان آورده شد که تنها از ولایت ما در حدود 2700 نفر در یک منزل بلاک زون در 4 پنجره جای به جای شد و در منزل دیگهش از ولایت پروان و اموتورم در دو منزل اینمی افراد دستگیر شده جای به جای شدن. و بعد از اینکه این مسئله جا به جایی تکمیل شد، مسئله تحقیق آغاز شد و تحقیق بسیار به شکل خشن و زشت بود. حتی از شکنجه ها، دو شکنجه، ای که مسائل برق و گپا یک مسئله چیز بود، چون زندان چون این چیزها را آدم تصور میکرد که داره، ولی آن چیزی که زیاد خسته کن و دردآور بود توی بود که کهی بوت ها دو زمان یک قسم بوت های کرو بلند، حتی مردها به عنوان این چیز به شکل موت میپوشیدن. سارنوالای مستندقین که تحقیق میکردن با اینمی بوت های کرو بلند افراد به حساب دلبالا میخواندن و سر شکمشان میبرامدن لغت میکردن. و گذشته از این پایای چوکی که فلزی بود او را سر پشت دست افراد میماندن، با سر چوکی میبرامدن لغت میکردن که باش اعتراف بکنن. و گذشته از این بدترین شکنجه را که من شاهدش هستم، البته شخصا خود ما او شکنجه را ندیدیم، ولی یکی از دوستا که فعلا شهید شده خداوند مغفرتش بکنه، و او چون یکی از قماندانان بر حال مجاهدین بود در زمان، او را قسم شکنجه کردن که گفتن تو باید اعتراف کنی به زبان خود. اما او گفت که اگر چیزی به زبان من گرفتین، من فکر میکنم که شما بسیار موفق هستین. او میگفت که آرزوی ما شهادت است و شهادت چه اونجا باشه چه اینجا. او بیچاره را به خاطری که اعتراف مستقیمش بگیرن، بخاری اوی جوشه سر هر دو پای عزیف به نوبت الا دادن و این بیچاره مدت 3 ماه در زندان برای سوختگی تداوی شد که در پشتش مردم و او را تا تشناب می آوردن و پس می آوردن و به بیرون تا به افتاو که در ساعت تفریح برایشان در 24 ساعت یک ساعت داده می شد اونجا می آوردن. یک شب ما را امرای 63 نفر ادامه‌ای که در امو بلاکی که زندگی میکردیم در منزلش کودقلفی بود، در بین کودقلفی 600 نفر زندگی میکرد و ما هم اونجا بودیم. در بین 600 نفر
63 نفر از جوانای بسیار رشید و بسیار جوانای با احساس و با درک و جوانهای به حساب که حتی چه از سیما می گفتیم و چه از استعداد دانش که نظیرشان کمتر امروز دیده میشه، اینها محکوم به اعدام شده بودند. یک شب اینها را به اعدام که اعدامگاه می بردند، تصادف که هنوز ما تحقیق ما تکمیل نشده است که هنوز ما باید به طرف محکمه بریم و بالاخره نتیجه نهایی را بگیریم. یعنی آدمایی که به سرنوشت قرار داشتیم در داخل زندان با یک فردی که از جمع امنیتی های زندان البته از بین خود بندی ها بود، با یک در یک مشاجره لفظی یک تهدید را دیدم، گفت که اگر کدیم به حقت میکنیم، اگر نکدیم خوب. بالاخره نتیجهش همی بود که در یکی از شبها همین 63 نفر زندانی را که اعدام سر فیصله که رو بودن برای اعدامگاه می بردن، تصادف 64مش نام ما و به تعقیب ما 16 نفر دیگر به می ترتیب در یک بجه شو ما را خستاندن، بعد از نامخوانی کتی اعدامی ها بیرون کردن. البته هیچ یادم نمیره که برای من حتی اجازه ندادن که کرتی ما بپوشم و یا چبلک ما بگیرم. با مجربه که ما را نام ما را خواندن، از دستم دو تا عسکر گرفت و یک تکه سیاه را برای ما کش کرد، بعد از اون ما را از زندان بیرون کرد. یک دو تا رفیقایم بود، اونا در گریه شدن که حالی هم اون رفیقایم الحمدلله حیات هستن و گاه گاهی موضوع را یاد میکنن. بردن ما بالاخره از اینجا به بیرون بلاک در محوطه زندان، اونجا که رفتیم سه تا موتر آمد که هر سه از این موترهای امی مینیبوس های دبی بود. 21 نفری 63 نفر در اون سه موتر بالا کردن و بعد از اون ما 17 نفر جدا در موتر چهارم بالا کردن و از ساعت یک بجه شب الا ساعت در حدود 3:30 بجه شب، شبای زمستان بود، خیلی شبا دراز بود، ما را بردن به چقوری ها و به بلندی ها. فقط احساس میکردیم که موتر در کدام موانی چه قسم حرکت میکنه و تصور ما این بود که اینی میشه و اینه هر چی که میشه میشه دیگه. فقط اما کلمه خدا میخوندیم و آنچه که یاد داشتیم از آیات او را تلاوت میکردیم. به می ترتیب تا ساعت 3:30 بجه ما را گشتاندن. بعد از 3:30 بجه پس ما را آوردن و پایین کردن از موتر. برای ما گفتند که از دست ما گرفتند، چون چشمای ما بسته بود از موتر که تا می شدیم، پس اونو میچیده نمی ماندن که ببینیم. شب هم تاریک بود، پس که آمدیم از دستای ما گرفته بود که گفت برو. رفتیم جوره جوره، گفت که پای تبان زینه است. من یک سوال سرشان کردم که زینه پایین است یا بالاست. برای ما گفت که زینه بالاست. با مجربه که زینه گفت بالاست، من تو تصور کردم که احتمالاً ما را شاید ببرن به 400 بستر و چون او آده جنگ شدید بود میشه که امون مسئله ادام سر ما به می ترتیب تطبیق بکنن که خونی ما را بگرن و خونی ما را به کسای دیگه اونا به درد میخوره خونی ما را. خب خلاصه 54 پته یا 52 پته بود که ما بالا رفتیم. بعد از 52 پته اینا روی ما را لچ کردن. وقتی که روی ما را لچ کردن دیدیم که پس دوباره در داخل زندان هستیم. اما او آده در منزل اول کوتا قلفی بودیم، حالا در منزل 4 اما بخش بلاک 3 به یک پنجره ما را داخل کردن. اونجا رفتیم و بالاخره یک جای بود برای ما کلی استراحت بود. گفتن اینجا استراحت کردم. فرداش که شد خیستم که مردم نو بسیار یک شکل دیگه زندان. در جایی که ما قبلا وجود داشتیم خیلی ها اونجا جای مخوف بود، به خاطری که از یک طرف کوته قلفی بود، از طرف دیگه اتاق ما در پالوی تشناب بود. دو تا تشناب در یک منزل وجود داشت در یک دهلیز که این دو تا تشناب تقریبا برای 350 نفر در نظر گرفته شده بود.
به می ترتیب اونجا هم امام میکردن هم رفع ضرورت میکردن و چون اتاق ما پالوی ازی بود تمام آب به شکل رطوبت در توشکای اسفنجی جمع میشد در اونجا زندگی میکردیم. اما این بار از اینجا که خلاص شدیم آمدیم در این منزل دیگه که اینجا فرش است، چپرکت هست، یک سلسله بسیار تشریفات و تنظیمات خاصی را داره. بعد از اینکه خب یک مقدار شکنجه سطحی دیده بودم، یعنی به حد دیگرانی که با پشت بکشنده، او که آمد این وضعیت هم دید، گفت چیزایی را که من ازش گرفتم یعنی این حقیقت است و بالاتر از این من اجازه نمیتم، از دستم گرفت و دوسیه را از پیش این نفر گرفت و مرا برد پایین و یک فرمه را که سفید بود سر من خانه پوری کرد، با او امضای من گرفت. من اینمی جا سپاس و شکران از خداوند خود میکنم که چون من با اونمو فکر قاصر خود ولی توکلی را که به حق داشتم از خداوند پناه خواسته بودم، از سر یادم بسیار به سادگی خداوند ما را خلاص کرد و من پس آمدم. بعد از این مدت تقریبا 9.5 ماه برای ما صورت دعوا آمد. صورت دعوای خود را نشته کردیم، بعد از اون به محکمه رفتیم. وقتی که به محکمه رفتیم، البته اونجا محکمه 4 دیوان بود، دیوان الف و ب و جیم و دال، که البته ما در دیوان الف بودیم. دیوان الف بالاخره به اساس اونمو دفع دعوا و صورت دعوا و بالاخره تمام نتایجی که اونجا به وجود آمد، البته تقریبا 1 سال ما سپری شده بود، یعنی تقریبا 2.5 ماه ما که صورت دعوا باقی ماندیم. بعد از 9.5 ماه صورت دعوا آمد، 2 ماه دیگه ما که صورت دعوا ماندیم. باز محکمه بالاخره چون سن ما نزدیک به عسکری بود، دولت در اون زمان نیاز بیشترتر برای سربازگیری داشت، برای ما نشته کرد که ایام سپری شده به حالش کافی است، نسبت البته نسبت جرمی که انجام دادن. ما از رئیس محکمه تقاضا کردیم که به خاطری که در آینده مجرم متکرر نشم لطفاً جرم ما را مشخص بکنین. او بسیار با عصبانیت گفت که 11 یا بیشتر از 11 ما میشه که ما شما رو در زندان نگاه کردیم، ما چه پاسخی داریم که بدون دلیل شما رو 11 ما یا زیادتر از 11 ما نگاه کردیم، در حالی که در دوسیه ما چیزی نمیبینیم. به او خاطر مشتکت ایام سپری شده کافی است و برای ما گفت که تو یک متعلم هستی، بیشتر از متعلم نبودی، مامور دولت نیستی که ما اعاده حیثیت شما رو بکنیم. بالاخره برای ما یک پارچه جبری را به مو ترتیب داد و نشته کرد که مدت 2 سال حبس تعلیقی و از اموجا بالاخره بردند ما با وزارت داخله. از وزارت داخله تذکره مطابق سن عسکری برای ما گرفتند و مستقیما